سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوایم در مورد دو تا مفهوم به نام بلاک و اینلاین صحبت کنیم. بلاک و اینلاین دو تا مفهوم بسیار مهم هستن در HTML و شما باید این مفاهیم رو بدونید و خیلی زیاد هم سر و کارتون با این مفهوم ها خواهد افتاد. بریم و شروع بکنیم به کد زنی. من اول از همه یه تگ با H1 شروع میکنم، یه تگ H1 مینویسم فرالر و یه دونم تگ، دو تا تگ H1 مینویسم و حالا دو تا هم تگ A مینویسم. به این صورت این رو میذارم A، این رو هم میذارم A، این رو هم میذارم فرالرن 1 و این رو هم میذارم فرالرن 1. خروجی رو با هم ببینیم. خب این خروجیه، دو تا تگ H1 زیر هم افتادن اما دو تا تگ A کنار هم افتادن. این دقیقا مفهومیه که میخوام بهتون توضیح بدم، بلاک و اینلاین. حالا اجازه بدید من یه بک‌گراند به همشون بدم. بک‌گراند داخل CSS ما این کار رو انجام میدیم، اما برای اینکه مفهوم خوب منتقل بشه من یه بک‌گراند کالر بهش میدم تا شما متوجه بشید. بک‌گراند کالر این رنگی هم بهش میدم. خروج رو هم ببینیم. ببینید این فرالر، این تگ H1 تا کجا بک‌گراندش کشیده شده. چرا بک‌گراند تا انتهای صفحه کشیده شده؟ به دلیل اینکه خاصیت تگ H1 همینه، یعنی فضایی که H1 اشغال میکنه دقیقاً تا آخر صفحه است، تمام عرض رو اشغال میکنه تگ H1. اما تگ H دقیقاً به همون اندازه که نیاز داره فضایش گرفته و اشغال کرده. خب تا الان پس یه لامپایی باید توی ذهنتون روشن شده باشه. ما به تگ هایی که تا انتها فضا اشغال میکنن، یعنی تمام عرض صفحه فضا اشغال میکنن، میگیم دیسپلیشون بلاک یا تگ بلاکن. و به تگ هایی که به اندازه‌ای که نیاز دارن فضا میگیرن ما میگیم اینلاینن. الان H1 یک تگ بلاک، تگ A یه تگ اینلاینه. لیست این تگ ها هم شما میتونید داخل این قسمت بیاید و نگاه کنید. تگ هایی که بلاک هستن مثلا تگ LI، تگایی که بهتون گفتیم تگ پی، مثلا تگای H1 تا H6 UL، و تگایی که اینلاین هستن تگ A هست، تگ B هست، EM، تگای فرمتینگ تگای اینلاین هستن، تگ ایمیج هست، و میتونید لیست اونها رو اینجا مشاهده کنید. پس یک بار دیگه، تگ اینلاین به اندازه‌ای که نیاز داره فضایش خالی میکنه. الان اگر من 10 تا 1 بذارم کنارش این بک‌گراندش کشیده میشه. ببینید حالا خیلی واضحه، ولی خب یه تستی هم بزنیم. به این صورت فضا کشیده میشه. تگ اینلاین به اندازه که نیاز داره فضا اشغال میکنه، تگ بلاک تا انتهای اون لاینی که قرار داره فضا اشغال میکنه. یه نکته باید در این مورد بدونید، اولا که دیسپلی تگ ها رو شما میتونید عوض کنید، یعنی یه تگ بلاک رو با CSS میتونید شما اینلاین بکنید. مثلا من مینویسم دیسپلی اینلاین. اگر خروجی رو ببینیم که حالا بک‌گراندش رو من پاک کردم، اینجا بک‌گراندش هم بذارم. خب می‌بینید که دقیقاً به همون اندازه‌ای که نیاز داره فضا اشغال کرده و این تگ H1 درست یک تگ بلاک، اما ما با CSS اون رو تغییر دادیم. نکته دیگه که باید بدونید در مورد تگ های اینلاین و بلاک اینه که سعی کنید تگ های بلاک رو داخل اینلاین ننویسید، یعنی اینجا یه تگ A باز نکنید و بنویسید داخلش H1، همچین کاری رو انجام ندید. اما برعکس این قضیه رو میتونید انجام بدید، یعنی داخل یک تگ H1 شما مثلا یه تگ A بنویسید. پس داخل تگ بلاک شما میتونید تگ اینلاین بنویسید، اما داخل تگ اینلاین تگ بلاک ننویسید. نه اینکه خروجی نده به شما یا یک اروری بده، نه، اما همچین کاری منطقی نیست و اصلا اصولی نیست.
خب اینم از نکات اینلاین و بلاک که حالا توی CSS ما بیشتر با اینا آشنا میشیم. فعلا در HTML صرفا برای اینکه شما هر تگ رو شناسایی بکنید که اینلاین یا بلاک، این موضوع گفته شد. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه و خدا نگهدار.